سلام، به سری برنامه های آموزش فتوشاپ خوش اومدید. امروز میخواییم با هم افکت از هم پاشیده شدن یا تجزیه تصویر در فتوشاپ رو یاد بگیریم. این افکت به خاطر فیلم اونجر خیلی معروفه. اولش ممکنه که کمی سخت به نظر بیاد، ولی با کمک تکنیکایی که یاد میگیریم میتونید کارهای خلاقانه زیادی رو انجام بدید. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید تا با جادوی کانتنت اور تو فتوشاپ بیشتر آشنا بشید. ما در اصل میخواییم یه همچین تصویری رو به همچین تصویری تبدیل کنیم. خب اینو میبندیم و بریم با هم از اول انجامش بدیم. اولین کاری که باید انجام بدیم سوژه رو باید انتخاب بکنیم. میریم اینجا و کویک سلکشن تولز رو انتخاب میکنیم و میایم سوژه‌مون رو انتخاب میکنیم. اینجوری قسمتی از اینجا، اینجا، اوکی. اگه میخواید در مورد روش‌های مختلف انتخاب سوژه بیشتر بدونید، میتونید لینک بالا رو کلیک کنید. تو چند تا ویدیو قبلی به طور کامل روش‌های مختلف سلکشن رو توضیح دادم. حتما اون ویدیو رو نگاه بکنید. خب برگردیم سر انتخاب. انتخابمون خوب به نظر میاد، اما برای اینکه لبه‌های صاف‌تری داشته باشه و دقیق‌تر باشه و حتی پیکسل نباشه، برای که ما بریم ریفاین ایج بکنیم، بریم اینجا کلیک بکنید. برای که لبه‌های صاف‌تری داشته باشیم، اسموت رو یه ذره بیشتر میکنیم، فدرش رو بیشتر میکنیم، یه ذره نرم‌تر باشه، پیکسلی نباشه، کانترستش رو یه ذره بیشتر میکنیم و یه مقدارم شیفت ایج رو بیشتر میکنیم. در از انتخابمون رو در حد پیکسلی بزرگتر میکنیم. اوکی کلیک کنیم. حالا که سوژمون انتخاب شده، ما از این دوتا کپی میخواییم. کنترل جی رو با هم نگه داریم. یکی، دوتا. دوتا کپی از تصویرمون داریم. لایه اینا رو اینویزیبل میکنیم. کار دیگه که باید انجام بدیم اینه که تصویر رو از بک‌گراند جدا بکنیم. پس میایم روی تامنیل کلیک میکنیم و کنترل رو نگه میداریم. برای اینکه بتونیم سلکشن بهتری داشته باشیم که تصویر رو از پس زمینه جدا بکنیم، در یه ذره انتخابمون رو بزرگتر بکنیم. برای این کار میریم تو منوی بالا، سلکت، Modify، Expand. اینجا بهتر عدد 7 یا 8 رو انتخاب کنید. بر مقدار 7 یا 8 تا پیکسل انتخابتون رو بزرگتر میکنه. 8 رو انتخاب میکنیم و کلیک کنیم. لایه بک‌گراندتون رو انتخاب میکنیم. روی تصویر کلید راست رو میگیریم. حتما دقت کنید روی تصویر کلید راست رو بگیرید. فیل رو پیدا کنید و کلیک کنید. حتما از منوی Use باید کانتنت ایور رو انتخاب بکنیم. حالت نرمال معمولا فورگراند یا بک‌گراند هستش. اما وقتی ما میخوایم سوژمون رو از کل تصویر جدا کنیم و بدون اینکه کات بشه و تصویر به هم بخوره، باید کانتنت ایور رو انتخاب کنیم. اینجا یعنی معجزه فتوشاپ. در اصل میاد نواحی که در تصویر ما انتخاب شده و میخواد کات بشه رو با اطرافش پر میکنه. حالا بس زمینه من اینجا تک رنگ هستش. ولی اگه که منظره باشه، درخت، آب، هر کدوم از اینا باشه، خود فتوشاپ میاد و مطابق با تصویر اطرافش محتواش رو خیلی منظم و عالی پر میکنه. در اصل میاد محتوای هماهنگ با سایر قسمت‌های تصویرمون رو ایجاد میکنه. خیلی کار جالبیه که فتوشاپ انجام میده. خب حتما از کانتنت ایور رو انتخاب کنید و اوکی کنید. یه کمی طول میکشه و تصویرتون به صورت کامل از پس زمینه جدا میشه. حالا ما میایم لایه هامون رو اسم گذاری میکنیم. لایه اول رو بیذاریم Liquify. لایه دوم رو بیذاریم Top. خب حالا لایه دوم خاموش کنیم. برگردیم به لایه Liquify. تو لایه لیکویفای با کمک فیلتر لیکویفای میخواییم تصویرمون رو پخش کنیم و بعدا با کمک ماسک از هم پاشیدگی تصویرمون استفاده کنیم. بریم با هم انجامش بدیم تو دقیق تر متوجه بشید. تو فیلتر لیکویفای رو انتخاب با اولین تولز اون، یعنی این تول، میاییم تصویرمون رو پخش میکنیم به این حال. میدونم الان یه ذره عجیب غریب به نظر میاد. وقتی بریم جلو دقیقا متوجه میشین که منظورم چیه. خب اینجا رو این کار انجام میدیم.
اینجا کام بهتر که کامل تا آخر انجامش بدی که موقع تجزیه جای خالی نباشه و دقیق تر دیده بشه. اینجا رو هم اینجوری میکنیم. خب یه مقدارم اینجا رو پخش شدگیش رو اینجا هم میخوام اضافه کنیم بهش. فکر میکنم خالی شد. کنیم یه مقدار زمان میبره تا وقتی که این حالت اعمال بشه. نظر عجیب غریب به نظر میاد ولی علامه که ماسک میتونیم این رو مخفی کنیم و بعدا تو آسی ازش استفاده کنیم. اگر هم میخواییم بیشتر در مورد این که چرا ماسک مشکی استفاده میکنیم و چرا ماسک سفید استفاده میکنیم حتما ویدیوی بالا رو ببینید. طور کامل توی ویدیو در مورد این دوتا بخش توضیح دادم. کار بعدی که باید انجام بدیم با کمک ماسک مشکی. حتما دقت کنید. باید ماسکمون مشکی باشه. برای ماسک مشکی باید همون رو انتخاب بکنیم. PC Alt رو نگهداریم و برای مک دکمه آپشن رو و بریم روی ماسک کلیک کنیم. ماسک ما اعمال میشه. لایه بعدیمون لایه تاپ هستش. اینو روشن کنیم. توی این باید از ماسک سفید استفاده کنیم. فقط لایه رو انتخاب میکنیم و روی ماسک کلیک میکنیم. حالا میرسیم به قسمت جالب ماجرا. برای این که عمل تجزیه یا اصلا پاشیدگی رو نشون بدیم ما باید براش انتخاب میکنیم. این براش رو انتخاب میکنیم و توی براش پریست لیست براش همون رو میاریم. شما میتونید براش های مختلف رو از اینترنت دانلود کنید یا خودتون ایجاد بکنید. من اینجا لیست خیلی زیادی از براش های مختلف رو دارم که بعضی هاش رو خودم درست کردم و بعضی هاش رو هم دانلود کردم. تنوع براش ها تو کارهای مختلف بهتون کمک میکنه. معمولا برای کار اصلا پاشیدگی از برش شماره 59 اینجا استفاده میکنم و وسط ها یه مقدار که رفتم جلوتر سایز برش رو من تغییر میدم. کاملا بستگی به حالت تصویرتون داره و چه مقدار میخواییم که تجزیهتون باشه چه مدلی باشه. ایجاد افکت از اصلا پاشیدگی یا تجزیه اول باید لبه های تصویرمون رو تجزیه بکنیم. برای این کار لایه تاپمون رو انتخاب میکنیم. براشمون رو که انتخاب کردیم ماسکمون رو انتخاب میکنیم. زمینه رو حتما باید مشکی انتخاب بکنیم. براشمون آماده است. لایه‌مون انتخاب شده. ماسکمون انتخاب شده. پی زمینمونم مشکی هستش. دقت کنید من از این گوشه شروع میکنم به اعمال تجزیه. ببینید چه جالب. حالا یه مقدار این رو بزرگتر میکنم که بهتر باشه. خب شد. این سراغ لایه لیکویفای. بیایم لایه لیکویفایمون رو انتخاب میکنیم. نکته مهم اینجا اینه که ما باید ماسک مشکیمون رو انتخاب بکنیم. در این حالت ما باید پیش زمینمون رو حتما سفید انتخاب بکنیم. پس لایه‌مون رو انتخاب میکنیم، ماسکمون رو انتخاب میکنیم و پیش زمینمون سفیده. حالا بریم براشمون رو انتخاب کنیم. من معمولاً این با این براش شماره 100 هم اینجا خیلی خوب میتونم کار از هم پاشیدگی رو نشون بدم. این رو انتخاب میکنم و یه مقدار بزرگترش میکنم در این حالت. خب دقت کنیم وقتی با براش اینجا کلیک میکنم چه اتفاقی میفته؟ میبینید حالت از هم پاشیدگی مشخص میشه. حالا اگه بریم جلوتر دقیق تر معلوم میشه. ببینید چه جذاب شد. لایه تصویرمون هستش که ما تو با کمک لیکویفای پخشش کردیم و با کمک ماسک مشکی پیش کردیم. ولی وقتی اینجا میایم روش کلیک میکنیم فقط بهش میگیم یه بخشای خاصی رو که ما میخوایم نشون بدیم. برای اینکه بهتر در رو بگیریم من تکرارم رو دوباره سریعتر انجام میدم. خیلی عالی شد. پس ما حالت دیسینتگریشن یا تجزیه رو انجام دادیم.
با هم بررسی کنیم که چیا رو یاد گرفتیم. اول با کمک کویک سلکشن سوژمون رو انتخاب کردیم، بعد با کمک کانتنت اور سوژمون رو از پس زمینه جدا کردیم. از فیلتر لیکویفای استفاده کردیم برای اینکه سوژمون رو پخش کنیم و با کمک ماسک مشکی اون رو مخفی کردیم. و در آخر هم کمک ماسک این افکت جذاب رسیدیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. حتما ویدیوهای دیگه ای ما رو ببینید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید.